آی رفقا، آی جوانام، یه خورده حواستون به مادراتون باشه. همچی که یه خورده قد کشیدی فکر میکنی مادر همون مادره. هرچی میگذره پیرتر میشه، پاش ضعیفتر میشه. یادت باشه جلوتر از مادرت نرو، همه جا دست مادرتو بگیر. قربون صدقش بود. به خدا 50-60 سالتم میشه، وقتی میخوای بری خونش بدون این که بهت بگه سفره آرایی میکنه. هر کاری میکنی میبینی یه غذایی رو درست میکنه، میگه بچه‌م این غذا رو دوست داره. حالا خودت بچه‌هات بزرگ شدن، اما برامون بچه. همه مادر، مادریت یه مادر اینه که بچهشو خوبتر و خوش میکنه، لباسش آماده میکنه، غذا براش درست میکنه. تو هر جایگاهی باشه میخواد مادریتشو اینجوری ثابت کنه که برا بچهش غذا درست کنه. دست محبت رو سرش بکشه. اگه یه روز نتونه غذا درست کنه، اگه نتونه یه کاری برا بچهش بکنه، انقدر غصه میخوره. من روزم همین. فردا صبحی دیدن بچه ها بلند شدن، دیدن مادر تو بستر نیست. اومدن نگاه کردن، خودش تنور رو روشن کرده. کنیزاش گفتن بی بی جان، شما تازه داره حالتون امروز خوب میشه. میخوای نون درست کنی؟ خودم درست میکنم. فرمود نه، چند وقتی بچه هم دست بخده منو نخوردم. الهی برات بمیرم. یه وقت از یه مادر برا بچهش غذا درست میکنه، حال خوشی داره. اما مادر ما با دستش گزد نون درست میکرد. خودش خونه را با جارو کرد. روزه هم بمونه. من از اینجا فقط یه گریز بزنم. آخ مادر، داری میری اما غصه میخوری، میگی بچه‌ام گرسنه نمونن. اگه غذا جلوشون بذارن بچه‌ها میدونه نمیخورن، اگه دست مخت مادر باشه میخورن. مادر جان طاقت نداری حتی یه شب گرسنگی بچه‌هاتو ببینی. من بمیرم برای اون دختری که ای میگفت عمه دلم درد میکنه. آغز خانه ها همه بوی تعام می آمد. آخ ولی به جان تو بابا گرسنه خوابیدم.